یعنی چه؟ گاهی میاد جوان سوال میکنه، میگه این امام معصوم امیرالمومنینی که شما میگی معصومه، این وقتی خودش تو دعای کمیل میگه ظلم تو نفسی و تجرعت و به جهلی، از تو که از خودش بهتر نمیفهمی، و خودش داره خبر میگه من ظلم به نفسم کردم، چطور تو میگی این آقا معصومه؟ این چه جور معصومیه که میگه ظلم تو نفسی و تجرأت به جهلی؟ این چه جور امام معصومیه که مثل امام زین العابدین در دعای ابو حمزه سمالی میگه فقط افنیت به تصفیف و آمال عمری، من زین العابدین عمرمو به تصفیف و آرزوهای بیجا همه رو فنا داد. امام زین العابدین عمرو فنا داده. این چیه؟ اگر این امام معصومه این اقرار به گناه و اقرار به معصیت کردن ها چیه؟ وقت آقا بلد نی جواب بده، نمیتونه جواب این شبهه رو بده، میگه بله حضرت امیرالمومنین در مقام تعلیم به غیره. یعنی چی؟ یعنی این شکل ظاهرش آقا داره هنر تبچی بگم نمایش میده، خود به تو یاد بده. پس خود امیرالمومنین در مقام دعا نیست؟ الان که داره دعای کمیل میخونه بگو بلد نیستم، بعدش مراجعه کن. اینجاست که باید بفهمی. خب گوشاتون رو باز بکنید. یکی از اسما و صفات خدای شما سلطان است، بلکه سلطان حقیقی اوست، بقیه اسمشون سلطانه ولی شوخی داره میکنه. سلطانی که اختیار باد معده خودش نداره، ازش در میره بی جا و بروش میره، این چه سلطنتی داره؟ سلطانی که شب میخواد بخوابه 100 تا دونه اسکورت باید بذاره 10 تا خیابونش اونجا قروق بکنن که مبادا این سلطان یه وقتی آسیب ببینه، این سلطنت نیست. سلطانی که وقتی براش خوراک میخوان بیارن میگه اول آشپز باشی بخوره ببینم نکنه مسمومه، این چه سلطنتیه؟ سلطان اون کسیست که میلیاردها مخلوق ریز و درشت، فیل در نظر بگیر چقدر بزرگه، اگه از فیل گنده ترم من عقلم برسه مثال همونو تو بردار تو ذهنت بیار، و کوچکترین مخلوق پشه، نه پشه از دایره سلطنت و اراده این خدا بیرونه نه او فیله. اون خدایی که در مدرسه توحید اهل بیت به شما معرفی شده یا من هو اقرب الینا من حبل الورید، ای خدایی که از رگ گردن مخلوقت به مخلوقت نزدیکتری، بلکه بالاتر، یا من یحول بین المرء و قلبه. یعنی میفهمی یعنی چه؟ که خدا اون حقیقتیست که بین من و خود من حائل می شود، بین من و خود من. الله اکبر، این چی چیه دیگه؟ نشده تا حالا از اینجا عصبانی شدی میری اونجا به قصد دعوا اتفاقا با هم رفیق میشید؟ چقدر تو زندگی اتفاق افتاده؟ عکسش هم شده، میری به قصد دوستی دشمنی برمیگرده. چقدر شده؟ به تعبیر امیرالمومنین گفت بعضن از گفت به ما عرفت ربک، علی جان چجوری خداشناس شدی؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا رو شناختم به این واقعیت که هر چرا که من خواستم بشود نشده است. یعنی خیلی چیزا میخوام نمیشه، چیزی دیگه ای در میاد.
معلوم میشه یکی دیگرم غیر من، من تصمیم میگیرم، یک کسی دیگری از که تصمیم او بر تصمیم من غلبه دارد، این خدا، این که سلطان. لذا یکی از اسماء خدا سلطان است. خب کی بلده میدونه زیر این چرخ کبود کی از پیغمبر و آل پیغمبر خدا شناستر و عارفتر به خدا، که الان چه جور باید با خدا حرف بزنه تا دریای رحمت واسعه خدا رو به جوش بیاره؟ کسی بلده؟ اون وقتی که خدا سر خشم از اسیان و نافرمانی خلایق سر خشم خدای تعالی داره، کی خشم اومده، کی از سر در میاره که خدا الان راضیه اینا رو بنده ای رو کره زمین، که اینا رو نمیفهمه ابو حنیفه و عمر ابن الخطاب و ابو بکر و عمر که سر از این حرفا در نمیارن. این باید یک کسی باشه که ولی خدا باشد، مرتبط به عالم بالا باشه، وقتی جلوات خدا رو که مشاهده میکنه میگه الان جلوه عزت و کبریاییت و عظمت خداست، وقتی سلطان در مقام تجلی جلال عزت خودشه اختضاع میکنه. هی دیدین تو این فیلم ها این سلطان که وارد میشه همه اینجوری خم میشن، کی خم میشه؟ رئیس الوزرا، نخست وزیر، هی خم میشه، مراز عوام مردم که دسترسی به این ندارن، که این صدرالوزرا و این معاون اول و این نخست وزیر، این میدونه شاه الان در جهالتیه که متناسب با حالت شاه باید بهش حال بده. به قول شما این زین العابدین در این دعای ابو حمزه زمالی اینجور شما رو مثل یک خلبانی که شما رو سوار یک تیاروی قوی میکنه میبره در اوج ارتباط ما خدا، از اون بالا یک دفعه دیدیش میاش میاد پایین میره بالا. این نقش ابو حمزه زمالیه، اون امام معصومه. لذا وقتی غضب خدا اون کبریاییت خدا رو میبینه، امام سر کوچکی و بندگی، وقتی هم اون جلوات رحمت رحیمیه و رحمانیه خدا تجلی میکنه، چنان برا خدا کرشمه میاد، چنان دلبری میکنه و همه اینا این حالات ائمه. لذا غیر از این 14 نفر احدی نمیتونه اونجوری که خدا راضی میشه در مقابل خدا به عبادت خدا بیسته، ستایش خدا بکنه، بندگی خدا بکنه، جلب رضای خدا کنه، دفع سخط خدا کنه. لذا به همین دعاهایی که ائمه علیهم السلام میخوندن بلاها از شما دفع میشود. گاهی وقتا دیدی بچه شما یک کار خلافی میکنه پیش یک شخص بزرگی، بیادبی میکنه، خود بچه عقلش نمیرسه که بیاد بگه ببخشید، شما که پدر بچه میگی آجا ببخشید عذرخواهی میکنم، هیچ خلافی هم نکردی، یا در حقیقت تو داری قائم مقام این میشی، چون ولی این بچه میگی منو بزنید. شما اهل بیت در مقابل عذابهای الهی خودشونو سپر بلا میکنن که شما بلا نبینی، بلا نبینی. تو روایت داره موسی بن جعفر صلوات الله علیه تو حدیث داره علت این که امام موسی بن جعفر مبتلا شدن به زندان، بنا بود بلایی بر قاطبه شیعه نازل بشه، عموم شیعه رو بنا بود این بلا بگیره، حضرت موسی بن جعفر داوطلب شدن خدایا من به عنوان ولی این امت این بلا و خسارت رو من متقبل میشم. این که جوون کل شرق شما بخواب من دیشو میدم اهل بیت، این ظلم تو نفسی که میگی داره راست میگه، گناهشو تو کردی، او داره عذرخواهیشو میکنه.
لذا هر یه دونه گناهی که من میکنم حساب دستم باشه که وقتی امام زمان میخواد عذرخواهی کنه هر یه گناه من چقدر امام زمان رو به زحمت میاندازه. اینم حواظ